سلام دیمو هستم خوش اومدید به یه آموزش جدید از سری آموزش های آلمانی با دیمو توی این ویدیو من میخوام راجع به جمله سازی و استفاده از یک گرامر تو جمله هامون با شما صحبت بکنم من پیام زیاد دارم دایرکت و کامنت و از این چیزا که چیز رو یک گرامر رو که یاد میگیریم باش جمله بسازیم یا اصلا چجوری جمله سازی بکنیم روش های زیادی وجود داره روش های متفاوت و متنوعی وجود داره من میخوام تو این ویدیو راجبه یکی صحبت بکنم سعی میکنم تو یه سری از یعنی یه پلی لیستی بکنم و کوتاه کوتاه یه روش رو توضیح بدم امیدوارم که یکی از این روش ها به در شما بخوره یا چند تاش و بتونید قشنگتر جمله بسازید بهتر جمله بسازید و پیشرفت بکنید ببینید نوشتن اون گرامر و اینا یه بحثی هستش بچه ها شروع میکنن نوشتن یه جزوه برم دارن از این چیزا ولی اصل مهمتر و چیزی که مهمتر هستش اینه که شما بیاید با اونا جمله بسازید این خیلی موضوع مهمی هستش که بچه بهش توجه نمی کنن. یعنی چی؟ یعنی شما مثلا من از آسونترین ترین گرامر یعنی از یه گرامر خیلی ساده تو سطح A1 با شما مثلا مثال بزنم برای شما مثال بزنم فکر کنم که تو درس نمیدونم هشت یا ن نس هستش کتاب Starten و شما مثلا زمایر آکوزاتیوی رو یاد میگیرید کدوم هستن مه ده برای تو برای اون آقا این برای اون خانم زی برای اس هم که خود اس برای ویا اونس برای شما ها و برای آنها و و شما محترمانه هم از زی اون زی استفاده میکنیم بعد شما مثلا چند تا درس دیگه فکر کنم درس 11 همین کتاب آین هستش که شما میاد زمایر داتیوی رو هم یاد میگیرید یعنی میا دیا نه بعد برای او آقا میشه ایم برای او خانم میشه ایا برای اس میشه ایم برای ما میشه اونس برای شما میشه اوش و زی چیز برای آنها و شما محترمانه میشه اینن حالا یکیش گوست یکیش هم کوچیک و بچه‌ها قاطی میکنن اینا رو نمیتونن مثلا یاد بگیرن جمله بسازن باهاش و فهم که خب ما چیکار بکنیم حالا حالا مثلا چه بحثی رو انجام بدیم یه داستان این شکلی پیش میاد خب و می نویسن می چون مثلا جدول بندی می کنید یه سمت آکوزه تیوی ها یه سمت دا تیوی ها یه سری از دوستان پرینت می گیرن می زنن بالای دیوار اتاقشون که ما اینجوری یاد بگیریم هر دقیقه رو ببینیم بعضی می زنن تو بکگراندشون ولی می بینن که نتیجه ای نمی ده یعنی اون چیزی که شما باید به دستش برید و به راحتی باش جمله بسازید به دست نمیاد خب دلیلش اینه که اصلا شما نباید اینا رو بنویسید شما نباید اینا رو خیلی پرینت بگیرید شما نباید اینا رو مثلا بک‌گراند گوش بذارید شما با اینا جمله بسازید یعنی چی کار بکنیم بریم یه ذره بازی بکنیم یه چند تا مثال بزنم تا قشنگتر براتون جا بیفته برای مثال شما اول باید زمایر آکوزاتیوی رو مسلط بشید حالا اگه خدا آکوزاتیوی رو مسلط نیستید باید نو خودش مسلط بشید ولی چون حالا من صرفا این گرامر رو مثال زدم دارم رو همین گرامر کار کنم بعد میام مثلا یه فعل آکوزاتیوی آکوزاتیو ساز مثل لیبن یا مثل زین رو من برمیدارم بعد میام من اینو با این زمایر هیچ صرف میکنم تو اتوبوس که دارم سرکار، سر نمیدونم با مترو میرید با مترو تو مترو نمیدونم قدم میزنی هنسری اینا رو در بیار و جمله بساز با ماشین شخصی میری حواس یعنی هنگام که رانندگی میکنی میتونی جمله بسازی خلاصه هیچ بهونه نیستش برای جمله نساختن شما هر مدلی که میرید سر کار راننده دارید نمیدونم با تاکسی ماشین شخصی مترو اتوبوس اسنپ هر چیزی که میرید باید میتونی این کارو انجام بدید زمان زیادی هم ازتون نمیگیره خب یه فعل رو برمیدارید مثلا مثل فعل لیبن یا مثل فعل زین اوکی بعد می چیکار میکنید اینو صرفش میکنید میگید که ایش لیب دیش عاشق تو هستم بعد میگی که خب بعد مثلا از زبون دو میگی میگی دو لیپس بعد میگید که ایش لیب علی علی چی میشد این ایش لیب این ایش مثلا زاغا زاغا چی میشد ایش زی عاشق اون ماشینم ایش لیبه دس اوتو ایش اس بعد مثلا از زبونه یک شخص دیگه به خودتون میگید مثلا میگه اون به ما میگه که آه، آه، مثلا دو لیپس اونس تو عاشق ما هستی بعد من میگم من عاشق شما هستم شما که دارید ویدیو رو میبینید ایش لیبه اویش نه ایشلیبه زی اون آنها یا ایشلیبه زی به شما محترمانه کار رو همینجا نباید ول بکنی باید داری یه فعل دیگه انتخاب بکنی مثلا فعل چی فعل زین دیدن ایشزه د دوزیست مش ایشزهه علی علی چی میشود؟ حالا میتونی اینجا رو نگاه بکنی یا دفترت رو نگاه بکنی آن این به این ایشلیب زی اش این یش زی دوزیست اونس تو ما رو میبینی ایک زی من شما ها را میبینم نه یا ایک زی زی او دا اونت زی خب حالا می همین کارش کار میکنی با فعل با یه سری از فعلای داتیوی انجام میدی مثل فعل هلفن که ساعت این فعل هم شما بلایی دو ساعت آ اینت میگی که ایک هلف دیا به تو کمک میکنم دو هلست میا تو به من کمک میکنی ایش هلف علی، علی چی میشد؟ خدای این میشد، این میشد، یه دقیقه نگاه میکنیم ایم، ایش هلف ای ایم من به زهرا کمک میکنم یا ای زاغا، ایش هلف زاغا خب خدای برای خانم چی میشد؟ دوباره نگاه میکنه، نگهد نمیاد ایش ایا ایر، این شکلی، حالا مثلا به اون بچه هه، ایش هلف ایم دوهلس اونس، ایش هلف اوی به شما ها به آنها ایک حلف اینن یا به شما محترمانه ایک حلف اینن هی hey, شروع میکنی فعل متفاوت رو برداشتن و صرف کردن مثل فعل هلفن مثل فعل گراتولیرن تبریک گفتن ایک گراتولیر دیا مثل فعل گهرن تعلق داشتن از اون برم فعل آکوزاتیوی رو برمیداری استادیم کنی هی hey, شما این شکلی مثلا یه روز دو روز این کار رو بکنید یا سه روز بعد میگونید که او مثلا جفت افتاده نیازی به چسبوندن عکس در و در دیوار رو نمیدونم این حرفو نیست و شلوغم نمیکنم جایی رو اصلا تو ناخداگاهت میشینه این داستان یا مثلا یه گرامر دیگه رو می‌خونی مثل کُنن، مثل مدل فعل‌بنا کُنن و مُسن. بیا باينه هجوم لباسات. مثلا ده تا کاری که میتونی انجام بدی رو بگو. "Ich kann tanzen"، "Ich kann Deutsch sprechen"، "Ich kann"، چهونو نام شِیمِن، "Ich kann arbeiten"، "Ich kann laufen"، "Ich kann Rad fahren"، "Ich kann Auto fahren". بیا باين فلای که داری. بذار تو این گرامره و استفادهشون بکن بعد دو تا گرامر یاد میگیری سه تا گرامر یاد میگیری یه ذره سعی کن که تو این جمله سازیات این دو تا سه تا گرامر رو چیکار بکنی قاطی بکنی برای مثال فکر کن تو مدل وربنا رو یاد گرفتی بعد این زمایر و اکوزاتیو رو هم یاد گرفتی یه ذره بشین فکر کن ببین خب من چجوری میتونم با اینه جمله بسازم مثلا من میتونم بگم که من میتونم عاشق اون خانم باشم میگم که ایکن زی لیبن من میتونم اون آقا رو ببینم. دیدن آکوزاتیوی بود دیگه. ایشکن این زین. من میتونم به اون خانم کمک بکنم. ایشکن یا ای هلفن. من میتونم به آنها کمک بکنم. ایشکن اینن، اینن هلفن. میبینی یه دونه اوقاتی کردی با زمیر آکوزاتیوی دا تیوی. حالا بیا میوسن رو بذار. من باید به با اونها کمک بکنم. ایش اینن هلفن. همینقدر راحت شما توی جمله بسازید مون تا کمی حوصله میخواد یه کمی وقت میخواد و زمان میخواد این کار رو شما اگه یک هفته انجام بدید برای هر گرامر سه روز چهار روز انجام بدید میشینه تو بدنتون نیازی به حفظ کردن نیست یادش میگیرید قشنگ یعنی نیازی نیستش که هی جزوه بکنی کتاب ببینی تو ناخودآگاهت میشینه و میشه مثل زبان فارسی شما اگه این گرامرها را خوب بفهمید خوب یادشون بگیرید اصلا نیازی به دوره کردنشون نیست یعنی مثل زبان فارسی مونه شما اگه هی میری دفتر نگاه بکنید اوکی پس امیدوارم که این روش به درتون بخوره اگه نکته چیز داشتید حتما تو کامنت ها بنویسید من جواب میدم بهتون بعد مرسی که ما رو دنبال میکنید مرسی که ما رو به دوستاتون معرفی میکنید و حمایت میکنید از ما به وبسایت ما هم که تازه باز شده سر بزنید dimolingo.ir توش کارهای جالبی شاید به زودی انجام بدیم من. من حتما مرسی که هستید یادتون نره تمرین 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 چی میشه تهش براو موجزه تا دفعه بعدی مراقب خودتون باشید دیمو